نقشه پیچیده‌ای که ابوبکر را خلیفه کرد چه بود؟ رفقا سلام، به چنل خودتون سینا پادکست خیلی خوش اومدید. خوشحالم که باز با یک ویدیو دیگه در خدمتتونم. تقریبا بلافاصله پس از وفات پیامبر اسلام که هنوز وی کفن و دفن نشده بود، عده‌ای دست به کار شدند و در سقیفه بنی ساعده گرد هم اومدند تا برای پیامبر خلیفه و جانشینی تعیین کنند و بالاخره در این گیرودار ابوبکر با کمک و یاری عمر ابن خطاب و دیگران به خلافت رسید. اما ماجرای خلافت ابوبکر آیا یک اتفاق ناگهانی و تصادفی بود یا نقشه‌ای پشت ماجرا بود؟ ما قراره در این ویدیو به صورت ویژه به یک حقیقت ناگفته از تاریخ اسلام بپردازیم و ببینیم ابوبکر چطور تونست به خلافت برسه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و برای حمایت از چنل خودتون لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. پیامبر اسلام به گواه منابع تاریخی در روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال 11 هجری درگذشت. خبر درگذشت پیامبر خیلی زود مدینه کوچک اون روز رو در نوردید و ظاهراً کسانی که از همون روزهای شدت یافتن بیماری پیامبر اسلام و احتمال درگذشت وی در پی این بیماری نیاتی برای دستیابی به قدرت در دل داشتند، تقریباً بلافاصله پس از شنیدن این خبر و هنگامی که هنوز علی، فضل ابن عباس و تنی چند از هاشمیان سرگرم غسل دادن پیامبر اسلام بودند، دست به کار شدند. سعد ابن عباده پیشوای خزرجیان با حال بیماری و تب در میان گروهی از انصار در سقیفه بنی ساعده نشسته بود و سخنگویی از سوی وی در فضایل انصار و اولویت اونها بر مهاجران در خلافت سخن می گفت. معلوم نیست که انگیزه اقدام سعد و اجتماع انصار در سقیفه بدون مقدمه و ناشی از ریاست طلبی اونها بوده یا بر اثر اطلاعات جسته و گریخته و قرائنی که دلالت بر برخی پیشبینی ها از سوی مهاجران داشته. اون چه که برای ما منطقی تره اینه که بگیم طرح چنان سخنانی از سوی انصار در اون ساعات واکنشی در مقابل با اقدامات احتمالی مهاجران بود. شاید بشه مثلا تخلف برخی از سران مهاجران از سپاه اسامه علارغم تاکید بسیار پیامبر اسلام و جلوگیری از آوردن کاغذ و دوات برای پیامبر درباره محروم شدن انصار از حقوق اجتماعی خود و روی آوردن سیاهی آشوبها در آیندهی نزدیک رو از عواملی به شمار آورد که انصار رو برون داشت تا به گمان خود برای حفظ موقعیت و منافع خود در سقیفه گرد هم بیان. اما اونها با این اقدام بیشتر جریان مهاجران رو تحریک کردند که خود رو برای خلافت بیش از انصار مستحق بدونند و سرانجام هم کار به خلافت مهاجران کشیده شد. اونطور که من بررسی کردم، گزارش ها در رابطه با اینکه خود ابوبکر در اون ساعت کجا بود مختلفه. طبقات ابن سعد یک مسئله رو میگه، تاریخ طبری یک قول رو بیان میکنه و تاریخ ابن کثیر هم یک عقیده دیگه داره. برخی از گزارش ها حاکی از اونه که ابوبکر در کنار پیامبر بود و در گزارش دیگه اومده که به دیدار طایفه ای از مردم مدینه رفته بود و به گزارش دیگه در خانه خودش در منطقه صنح بود که صالب ابن عبید وی رو از این خبر آگاه کرد. بنابر این گزارش ها ابوبکر هنگامی که به مسجد رسید، عمر در میان مردم ایستاده بود و خشمناک کسانی رو که سخن از وفات پیامبر به زبان می آورد رو تهدید به قتل می کرد. در این گزارش ها اومده ابوبکر با مشاهده این صحنه بی توجه به چیزی به خانه پیامبر رفت. جامه از چهره پیامبر اسلام به کنار زد و میان دو چشم وی رو بوسید و پس از بیان چند جمله به مسجد اومد و به عمر گفت آرام باش عمر، خاموش. سپس با استشهاد به آیه‌ای از قرآن وفات پیامبر رو تایید کرد.
شاید این مسئله خیلی برای ما جالب و تعجب برانگیز نباشه، اما جالبه بدونید پیش از این که ابوبکر در مسجد بیاد و به عمر تذکر بده، عباس عموی پیامبر که از بزرگان و صاحب نفوذان دوره خودش بود هم عمر را از این سخنان منع کرده بود، اما عمر تا پیش از اون که ابوبکر بیاد توجهی به این سخنان نمی کرد. در تحلیل قضایای مربوط به سقیفه و زمین سازی های خلافت ابوبکر درباره این عمل عمر بحث های زیادی شده و گفته شده بعیده چنین تصور واهی در مورد وفات پیامبر به ذهن عمر خطور کرده باشه و وی از وجود آیاتی که ابوبکر اونها رو تلاوت کرد بی اطلاع بوده باشه. به احتمال قوی عمر مطمئن بود که پیامبر درگذشته، اما از ترس اینکه با کسی به جز فرد مورد نظرش بیعت بشه از سر مصلحت تا رسیدن زمان مناسب رحلت پیامبر رو انکار کرد. اون چه این نظر رو تایید میکنه اینه که بنابر گزارشاتی چند، عمر تا قبل از حضور ابوبکر در مسجد از سخنان خود دست بر نمی داشت. درباره این مرحله از حوادث مربوط به سقیفه و انتخاب ابوبکر به خلافت، یعنی از لحظه حضور ابوبکر در مسجد تا پیوستن وی، عمر و ابو عبیده جراح به جمع سقیفه، گزارش‌های تقریباً مفصلی در دست ماست. بنابر برخی از این روایات احتمال داده شده که ابوبکر، عمر و ابو عبیده پیش از اطلاع از اجتماع انصار در سقیفه و پیوستن به اون جمع در خانه ابو عبیده جراح جلسه‌ای مشورتی درباره جانشین پیامبر داشتند. منابع تصریح دارند بر این که انتخاب ابوبکر با گفتگو و درگیری‌های بسیاری در سقیفه همراه بود، تا اونجا که حباب ابن منذر از انصار بر روی مهاجران شمشیر کشید و سعد ابن عباده که نزدیک بود زیر دست و پا لگدمال بشه ریش عمر رو گرفته بود و می‌کشید. آشوب و درگیری این مجلس رو که تا مرز زد و خوردی جدی پیش رفت، خطبه خود عمر، کارگردان اصلی بیعت در روزگار خلافتش بر منبر مدینه، درباره جریان بیعت بر زبان رانده و ابن عباس شنونده حاضر در این مجلس هم این روایت رو تایید میکنه. این سند تاریخی رو بزرگان تاریخ اسلام از جمله ابن هشام، طبری، ابن حبان و دیگران هم نقل کردند. بنابر همین خطبه و دیگر منابع، با مداخله ابوبکر و بیرون بردن سعد ابن عباده بیمار از صحنه، آرامش به سقیفه بازگشت. رفقا، درباره وقایعی که از لحظه رحلت پیامبر اسلام تا استقرار رسمی خلافت ابوبکر رخ داد و بیش از دو شبانه روز به درازا نکشید، گزارش های بسیاری در دسته، اما از این گزارش ها نمیشه ترتیب دقیق اون وقایع رو به دست آورد و پاسخ این پرسش ها رو هم نمیشه دقیقا به دست آورد که چرا برای مقابله با انصار فقط ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح عازم سقیفه شدن، چرا و چگونه قبیله بنی اسلم که در ادامه پادکست دربارش حرف میزنیم در این ساعات به مدینه اومدند و چرا به جای شرکت در مراسم کفن و دفن پیامبر یا دیدار با دیگر مهاجران همه یکسره رو به ابوبکر و بیعت با وی نهادند. در منابع به پاسخهایی برای این پرسش بر میخوریم که اونطور قانع کننده نیست و صحت بیعت با ابوبکر رو هم بیش از پیش مورد تردید قرار میده. برای نمونه از بزرگان شیعه شیخ مفید به گزارش از ابو مخنف آورده که بنی اسلم در این روز برای تهیه خاروبار به مدینه اومده بود. به اونها گفته شد اگر به ما یاری دهید که برای جانشین پیامبر خدا بیعت بستانیم به شما خاروبار خواهیم داد. پس بنی اسلم به امید دریافت خاروبار به یاری ابوبکر برخواستند، تا آنجا که هر کس را که از بیعت خودداری می کرد با ضرب و زور بدین کار مجبور می ساخت. در میان پژوهشگران مختلف که من برای این پادکست نظراتشون رو بررسی کردم، لامنس بسیار جذاب و شنیدنی مطالب رو تحلیل میکنه.
وی با استناد بر مطالب تاریخ ابن فرات نوشته که گروه 3 نفره ابوبکر، عمر و ابو عبیده از همکاری بنی اسلم مطمئن شده بودند و اونها رو به عنوان یک جریان پیش رو در جلوی صف خود انداختند تا اصطلاحاً جاده صاف کن خلافت اونها باشه. لامنس در جای دیگه دلایل و شواهد مختلفی رو بیان میکنه که نشون میده بیعت با ابوبکر نقشه‌ای پیچیده و از پیش طراحی شده بود که به 7 مورد اونها اشاره میکنه. اول، ترک سپاه اسامه و بازگشت به مدینه برای حضور جهت انتخاب خلیفه. دوم، نفی و انکار وفات پیامبر توسط عمر تا زمانی که ابوبکر سر برسه و بتونند رشته امور رو در دست بگیرن. 3، جلوگیری از آوردن کاغذ و دوات برای نوشتن وصیت پیامبر. 4، تلاش برای تصدی امامت نماز به جای پیامبر در ایام بیماری توسط ابوبکر. 5، نامه معاویه به محمد ابن ابی بکر و اشاره به ساختن ابوبکر و عمر بر ضد علی و غصب خلافت که مسعودی اون رو در مروج و ذهب ذکر کرده. 6، واگذاری خلافت از سوی ابوبکر به عمر و حرف عمر در هنگام مرگ که اگر زنده بود ابو عبیده جراح رو به عنوان جانشین خود انتخاب می کرد و این نشون میده که این 3 تن خلافت رو برای هم آماده کرده بودند. و 7 هم سخن علی ابن ابی طالب به عمر ابن خطاب در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی که به عمر گفت شیر خلافت را بدوش که برای تو نیز نصیبی خواهد بود. امروز زمام آن را محکم برای ابوبکر در دست بگیر تا فردا در اختیار تو باشد. این تحلیل ها و شواهدی که لامنس در اختیار ما قرار میده نشون میده که بیعت با ابوبکر نه کاری شتاب زده و ناگهانی، بلکه یک نقشه پیچیده و از قبل طراحی شده بود. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد رفقا، حتما اون رو برای دوستانتون شیر کنید و نظرات خوبتون رو برام کامنت کنید. اگه دوست داشتید منابع این ویدیو رو به صورت کامل میتونید در قسمت دیسکریپشن یا توضیحات ببینید و سایر ویدیوهای چنل رو هم ببینید و نظرات خوبتون رو واسم کامنت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.